خب سلام، خسته نباشید. امیدوارم خودتون و خانواده هاتون در صحت و سلامت به سر ببرید و روز خوبی رو داشته باشید. عرضم به حضورتون که درسی که میخواییم این جلسه با هم دیگه مرور کنیم در مورد استراتژی حل مسائل دمای تعادل هست. فیزیک سال دهم، پایه دهم و فصل چهار. خب یه چند دقیقه بذارید اول یه یادآوری بکنیم برای اینکه ذهن شما متمرکز بشه روی داستان. بعد این جلسه رو بعد از اون یادآوری درسش رو شروع بکنیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم که چند تا جسمی که دماهاشون با هم دیگه فرق میکنه اگر در یه کالوریمتر یا گرماسنج یا یه محیطی که امکان رد و بدل گرما با محیط بیرون رو نداشته باشن در مجاورت با هم دیگه قرار بگیرن، شروع میکنن با هم دیگه دعوا کردن، خلاصه از هم دیگه گرما میگیرن، به هم دیگه گرما میدن و طی این دعوا و کشمکش حرارتی به یک آرامشی میرسه. یعنی طی این فرایند گرما گرفتن و گرما دادن چند تا جسمی که دماشون با هم متفاوته به یه نقطه ایست، به یه نقطه پایدار، به یه نقطه ایستا میرسه که توی اون نقطه ایستا یا همون توی اون نقطه پایدار دیگه این اجسام دیگه دعوای حرارتیشون با هم به پایان میرسه، دیگه رد و بدل شدن حرارت، انرژی گرمایی بینشون متوقف میشه. دما توی اون حالت پایدار رو بهش میگیم دمای تعادل، درسته؟ گفتیم این مسئله ها دو تا قسمت داره، دو قسمت کلی داره، تبدیل میشه به دو قسمت کلی. یه دسته از اینها مسائل دمای تعادلی هستن که در اونها احتمال تغییر حالت وجود ندارد. یه سری مسائل اونهایی هستش که احتمال تغییر حالت وجود دارد. ندارد، دارد. یه مسائلی هستن که در اونها احتمال تغییر حالت وجود نداره. یه دسته مسائل هستن که احتمال تغییر حالت وجود داره. من دوباره اینجا باید بهتون بگم که احتمال تغییر حالت وجود داره. ممکنه توی این مسائل، حالا اسم اینو میذاریم گروه دسته اول، اسم اینو میذاریم دسته دوم. ممکنه در مسائل دسته دوم بعد از بررسی‌هایی که انجام میدیم کاشف به عمل بیاد که تغییر حالت اتفاق نیفتاده، ولی چون احتمالش وجود داره باید جزء مسائل دسته دوم اینها رو بررسی کنیم. خب من فکر میکنم از هر نمونه یه دونه حل کنیم تا برای شما چی بشه، جنبندی بشه. من اول دسته اول شروع میکنم. دسته اول، دسته اول یعنی احتمال تغییر حالت وجود ندارد. خب یه مثال حل میکنیم برای اینکه توی ذهنتون در حقیقت یادآوری بشه این مبحث. و نکته مهم بعد اینه که شما با خوندن صورت مسئله خودتون باید بفهمید مسئله جزء دسته اول یا دسته دومه، و بر اساس اینی که فهمیدین جزء دسته اول هست دسته دوم، روش برخوردتون با مسئله یا همون اصطلاحا ما میگیم استراتژی برخوردتون با مسئله تنظیم میشه. اگر شما در تشخیص مسئله، دسته مسئله دچار مشکل بشید قطعا تو حل مسئله به مشکل برخواهید خورد. درست شد؟ خب من قبل از اینکه این دسته اول و مثالش هم شروع کنم یه نکته ای هم به شما بگم بد نیست، اینو همین میتونیم انتها این پایین یادداشت کنیم. یه یادآوری دیگه. ما اگه خاطرتون باشه گفتیم که اگر به یه جسمی مثلا یه سنگ الان دماش چقدره؟ T1. انرژی درونیش چقدره؟ U1.
اگر به این سنگ حرارت بدیم، یه شمع بذاریم اینجا، درسته؟ به این شروع کنیم چی؟ حرارت دادن. چقدر به این حرارت بدیم؟ کیو. درست شد؟ این بعد از گرفتن این در حقیقت حرارت، دماش و انرژی درونیش از حالت U1 میرسه به حالت U2. U1 U2 Q. کاری هم با این دیگه تی نداریم، درسته؟ اگه خاطرتون باشه گفتیم بین U1 U2 و Q که U1 و U2 انرژی درونی این سنگ هست در حالت اول و دوم، گفتیم ما میگیم U2 منهای U1 میشه Q، یا اصطلاحاً میگیم دلتا U مساوی با Q. دلتا U مساوی با Q. حالا اگر این سنگ حرارت از دست بده، این کیوه منفی میشه، دلتا یو هم منفی میشه. یعنی تقریبا این معادله اگر دست به فرمش نزنیم تو هر دو حالت درست کار میکنه. اگه گرما بگیره کیو مثبت، دلتا یو مثبت، اگه گرما از دست بده کیو منفی، دلتا یو هم منفی. حالا بریم سراغ دسته اول. خب میخوام یه مسئله طراحی کنیم، مثلا یه ظرفیه، درسته؟ یه ظرفیه، این ظرف مثلا از جنس چیه؟ مس. و چند گرمه؟ مثلا 200 گرمه. و دماش چقدره؟ دماش مثلا 20 درجه است. یه مقدار آب داریم، یه مقدار آب داریم اینجا، یه مقدار آب، آب. بعد این آب ما چند گرمه؟ مثلا 300 گرم. مثلا 300 گرم. دماش چقدره؟ شما مثلا بگین 40 درجه. 40 درجه. یه ظرف دیگه هم داریم، یه ظرف دیگه هم داریم، مثلا یا میتونیم به جای ظرف مثلا یک چی بذاریم، یه مثلا بگیم یه سکه داریم، مثلا اینم یه سکه، مثلا یک سکه آهنی، یک سکه آهنی. جرمش چقدره؟ مثلا میگیم جرمش مثلا چنو 100 گرمه، 100 گرم. و دماش چقدره؟ دماش هم یه عددی میتونیم فرض کنیم، مثلا دماش رو میتونیم بذاریم مثلا 5 درجه. از تو یخچال برش داشتیم این سکه رو. خب این آب رو خالی میکنیم تو این ظرف، این سکه رو میندازیم تو این ظرف، بعد میذاریم که اینا با هم دیگه چیکار کنن؟ دعوا بکنن، دعوای حرارتی با هم دیگه رد و بدل گرما بکنن. فرضم میکنیم که هیچ حرارتی، پس اینو به عنوان فرض یادداشت میکنیم، فرض هیچ گرمایی نه از مجموعه خارج میشود و نه به آن وارد میشود. فرض میکنیم هیچ گرمایی نه از مجموعه خارج میشه و نه به مجموعه وارد میشه. خب نگاه کنید، اول اصلا اینجا احتمال تغییر حالت وجود نداره. یعنی چه احتمال تغییر حالت وجود نداره؟ یعنی اینکه کی میخواد تغییر حالت بده؟ این سکه، سکه یعنی میخواد مذاب شه. کی میخواد این سکه رو ابداغ کنه؟ وجود نداره. این ظرفه میخواد مذاب شه، احتمالش نداره. این آبه میخواد بخار شه. کسی اگه بخواد این ظرف، این آب رو بخار کنه، باید دماش از 100 بیشتر بشه. پس نگاه کنید، آب 40 درجه، سکه 5 درجه و مس 20 درجه هیچ احتمالی برای تغییر حالت تو این مسئله نداره. حالا صورت مثلا برای خودتون توی جزوهاتون یادداشت کنید، این آب رو می‌ریزیم تو این ظرف، این سکه رو می‌ندازیم، اینو می‌ذاریم یه چند ثانیه یا چند دقیقه اینا با هم دیگه بده بستون حرارتی انجام بدن، با هم دیگه حرارت رد و بدل کنن. بعد که این آب وارد این ظرف شد، این آب رو ریختیم تو این ظرف، مثلا آب اومد اینجا،
مثلا، و بعدش این که و بعد از این که این سکه رو چیکار کردین؟ انداختین اینجا، این سکه هم انداختین اینجا. الان این سکه اومده کجا؟ این سکه الان اومده اینجا، مثلا اینطوری کج اینجا سلام مثلا، درسته؟ و اینا گذشت. اگر شما یک دماسنج اینجا قرار بدید، آها، اگر شما یک دماسنج اینجا قرار بدید، بعد از این که شرایط مسئله به حالت پایدار میرسه، این دماسنج روی یه عددی وای میسه. این عدده ما بهش میگیم دمای تعادل. این دمای تعادل ما میخواییم ببینیم دمای تعادل چنده. خب حالا میخواییم حلش کنیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم برای حلش یه خط میکشیم، درست شد؟ برای حلش یه خط میکشیم. تمام افرادی که در این در حقیقت دعوای گرمایی حضور دارن و با دماهاشون ثبت میکنیم. 5 درجه داریم، 5، بعد 20 درجه داریم، 20، بعد 40 درجه داریم. خب 5 درجه کیه؟ می نویسیم سکه آهنی، مثلا آهن چی؟ 100 گرم. 20 درجه چی داریم؟ مس 200 گرم. 40 درجه چی داریم؟ آب 300 گرم. خب من باید یه سری دیتا به شما بدم، یه سری دارد دیتا به شما بدم. اینجا اینجا سی آهن مثلا میگیم، عدد دقیقش رو باید بریم ببینیم، ولی الان ما واسه اینکه مسئله حل بشه مثلا سی آهن میگیریم 400 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد، سی مس 300 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد، و سی آب مثلا میگیریم 4200 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. خب اینجا مثلی خط میکشیم، درسته؟ خب یکی از این 20ه. موقعی که میخواییم مسئله رو حل کنیم، خب ما نمیدونیم الان دمای تعادل بین 5 تا 20ه یا بین 20 تا 40ه، یا اصلا شاید کاملا شانسی بشه خود 20، درسته؟ ما دمای تعادل رو یک جایی فرض میکنیم، یک جایی بین 5 تا 40 فرض میکنیم. نگاه کنید، این فرقی نمیکنه که مثلا این دمای تعادل چقدر باشه. من مثلا فرض میکنم دمای تعادل اینجاست، دمای تعادل اینجاست، یعنی اینجا رو میذارم تیه ای. خب شما ممکنه بگین که شما کجا فهمیدی اینجاست، شاید اینجا باشه. من میگم اصلا این دمای تعادله خیلی برای من مهم نیست، یعنی معادلاتی که من مینویسم خودش این دمای تعادله برای من حساب میکنه، درست شد؟ حالا بیاییم نگاه کنیم، یه بار دیگه بیاییم نگاه کنیم. الان انرژی درونی این سکه آهنی چنده؟ الان U1. ظرف مسی چقدره در حالت اولیه؟ U2. آب چقدره؟ U3 هست. خب اگر همه اینا به دمای تعادل برسن، یعنی این آهنه بیاد اینجا، این مس هم بیاد اینجا، این آب هم بیاد اینجا، درسته؟ پس ما الان در حالت جدید اینجا آهن داریم دوباره، مس داریم و آب داریم. آهن، مس و آب. تو حالت جدید انرژی درونی آهن ما چی میشه؟ مثلا میشه U+1. مس چی میشه؟ U+2. و آب چی میشه؟ میشه U+3 دیگه. خب اگه نگاه کنید، چون ما فرض کردیم که هیچ گرمایی نه از مجموعه خارج میشه و نه به اون وارد میشه، ما میتونیم بگیم که چی؟ U1 به علاوه U2 به علاوه U3 مساویست با U+1 به علاوه U+2 به علاوه U+3. انرژی درونی آهن
در حالت اول، به علاوه انرژی درونی مس در حالت اول، به علاوه انرژی درونی آب در حالت اول، میشه انرژی درونی اونا در حالت دوم. درست شد؟ این همون چیه؟ این همون قانون پایستگی انرژیه. قانون پایستگی انرژی. حالا اگه اینا رو ببریم اونور، اگه اینا رو ببریم اونور، میشه یو پرین یک منهای یو یک به علاوه یو پرین دو منهای یو دو به علاوه یو پرین سه منهای یو سه میشه صفر. اینا رو بردم اونور، اینا رو بردم اونور. یو پرین یک منهای یو یک میشه دلتا یو یک، یو پرین دو منهای یو دو میشه دلتا یو دو، یو پرین سه منهای یو سه میشه دلتا یو سه مساوی با صفر. دلتا یو یک تغییر انرژی درونی آهن، سکه آهنی، از حالت اول به حالت دومه موقعی که رسته به تیه. درست شد؟ یو پرین دلتا یو دو میشه تغییر انرژی درونی ظرف مسی از حالت اول 20 درجه به حالت دوم تیه ایه. درست شد؟ این دلتا یو ها بچه ها، این دلتا یو ها برابر است با گرمایی که اون سکه آهنی، ظرف مسی و یا آب گرفته یا داده. پس من چیکار میکنم؟ این رابطه رو اینطوری مینویسم، به جای دلتا یو یک میذارم گرمای یک به علاوه کیو دو به علاوه کیو سه مساویس با صفر. کیو یک چی میشه؟ کیو یک، کیو یک میشه گرمایی که سکه آهنی گرفته، میشه این کیو یک میشه ام سی دلتا تی سکه آهنی. سکه آهنی چقدره؟ سکه آهنی جرمش 100 گرمه. یا کنید این میشه 100 گرم، تبدیلش میکنم به کیلوگرم، ضرب در سی آهن 400، ضرب در دلتا تی. دلتا تی، دلتا تی میشه تی ای منهای دلتا تی میشه تی ای منهای 5 به علاوه این کیو یک. کیو دو میشه این میذاریم توی این، کیو دو میشه برای ظرف مسی میشه ام سی دلتا تی ظرف مسی میشه 200 گرم، 200 گرم ضرب در سی مس مثلا 300، ضرب در دمای ثانویه منهای دمای اولیه میشه تی ای منهای 20. این هم از این. این کیو دوه به علاوه کیو سه، کیو سه میشه گرمایی که آب گرفته، میشه 300 به روی 1000 ضرب در 4200 ضرب در تی ای منهای 40 مساویس با صفر. خب یه بار به این رابطه دقت کنید، این رابطه رو باید خوب اینجا داشته باشید. نگاه کنید، اینی که کی گرما داده و کی گرما گرفته رو من تعیین نمی کنم، اینو خود تی ای معلوم می کنه. اگر تی ای مثلا از 20 بیشتر باشه یعنی این گرما گرفته. چرا؟ چون مثبت میشه دیگه. اگر مثلا تی ای از 20 کمتر باشه، همینی که الان من اینجا گفتم، مثلا باشه 10، این میشه چی؟ منفی. یعنی مس ظرف مسی گرما از دست داده. اینو حلش میکنم. برای این دیگه حل کردنش خیلی کار سختی نیست. اولا که این هزارا چون اون طرف صفره میره، بعد من میتونم اصلا از دو طرف، از یعنی این دو تا صفر، چهار تا صفر، چهار تا صفر، چهار تا صفر رو بزنم. بعد اصلا از اینجا فقط چهار تا میشه، چهار تا تی ای منهای 20 به علاوه این میشه 6، 6 تا تی ای
منهای 6 در منفی 20 منهای 120 به علاوه این هم میشه 3 تا 42 تا میشه 126 تا درست شد؟ 3 تا 42 تا میشه 126 تی ای منهای 126 ضرب در 40 24 4 دو تا 8 دو 2 5 منهای 5040 مساوی با 0 منهای 5040 مساوی با 40 درست شد؟ حالا تی ای ها رو با هم دیگه جمع میکنیم 4 تا تی ای با 6 تا تی ای 10 تا تی ای با 120 میشه 136 تی ای مساوی با منفی 20 با منفی 120 میشه 140 140 با من منفی 140 با میشه میبریم اون بر میشه 5140 با 180 و تی ای میشه چقدر؟ میشه 5180 به روی 136 مساوی با میشه 38 38 درجه سیلسیوس. اصلا تی ای بالای 20 بود و این شکل اولی که ما کشیدیم، این فرض اولیه‌ای که کردیم که تی ای رو بین 5 و 20 گرفتیم فرض درستی نیست. اما نگاه کنید روش حل ما با این که تی ای بالای 20 بوده و الان شده 38 درجه، 38 رو البته مثلا 400 میشه، ما دیگه اینجا تقریبا نوشتیم 38 درسته، ولی روش حل ما اصلا به این خطه ارتباطی بچه نداره، به این خطه ارتباطی نداشته. برای همین خوب باید دقت کنید این روش حل به محل تی ای ارتباطی نداره. خب این مبحث رو یه بار خودتون کامل بررسی کنید، نکته اول، و اینکه هر قسمتیشو که فکر میکنید لازمه تو دفتر فیزیکتون وارد کنید، و نکته بعدم این که یه کاغذم حتما کنار دستتون باشه اگر جایی تو حل این مسئله فکر میکنید که اشکال خیلی جدی و مهم میدارید، اون اشکالتون رو با تمام جزئیات و اون موردی که تو ذهنتون هست تو اون کاغذ بنویسید برای جلسه یا فضایی که بتونیم به صورت تعاملی اون اشکالتون رو بررسی کنیم تا مشکلتون حل بشه، تا بتونید این مبحث رو خوب در حقیقت مسلط بشید. خب اون مسائل دسته اول رو با هم دیگه بررسی کردیم، حالا بریم توی مسائل دمای تعادل در حالتی که احتمال تغییر حالت درشون وجود داره. احتمال تغییر حالت یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه یک یا چند عضو از افرادی که در دعوای حرارتی تو مسئله ما دارن شرکت میکنن، اینها تغییر حالت بدن، تغییر فاز بدن، مایع جامد شه، جامد مایع بشه، مایع گاز شه، گاز شه مایع بشه، درسته؟ حتی اینکه این اتفاق هم نیفته ولی عددا طوری باشه که ما متوجه این بشیم که نگاه کنید، کلمه رو نگاه کنید، احتمالش وجود داره، ما باید مسئله رو، نگاهمون به مسئله توی بیاد توی دسته دوم. خب اگه موافقید یه مسئله در حقیقت دیگر رو اینجا برنامه ریزی کنیم. خب دوباره این داستان دفعه قبل، یه ظرف برداریم، این یه ظرف، درسته؟ این یه ظرف، این ظرف ما عرضم به حضور شما که همون مسی باشه، یک ظرف مسی، درسته؟ به جرم 300 گرم، به جرم 300 گرم که درون اون بچه یک مایعی هست، یک مایعی هست
مایه چی؟ حالا هی هم چیز نکنیم، چی میگن؟ به قول معروف گیر ندیم به آب، آب هی همش از آب استفاده کنیم. اصلا یه مایه آ، مایه آ اینجا می نویسیم چی؟ این مایه آ، یه مایه، حالا آب نیست، الکل نیست، یه مایه مجهولیه، درسته؟ یک مایه آ هست 400 گرم، درست شد؟ 400 گرم. خب الان که این مایه داخل ظرف هست، الان که این مایه داخل ظرف هست، دمای این دوتا با هم دیگه برابره. پس دمای مثلا ظرف یا دمای مایه اگر 40 باشه، مثلا میگیریم 40، دمای اینم میشه 40. این دوتا با هم دیگه به چی رسیدن؟ به تعادل گرمایی رسیدن دیگه. خب تا اینجا که مسئله خیلی مسئله بی خطریه، اما مسئله ادامه داره. ما میایم یه قالب یخ، آقایون یک قالب یخی رو اینطوری، یه قالب یخ چی؟ مثلا 200 گرمی، 200 گرم که اینو از فریزر خارج کردیم، دمای فریزر منفی 20 دیگه، پس منفی 20 درجه است. دمای یه یخ منفی 20 درجه رو برمیداریم، آها درست. از اون طرف میایم یک قطعه آهنی، مثلا یه قطعه آهنی، این چی؟ آهنه، آهنه، و این آهنم 200 گرمه مثلا، و این آهنه رو گرفتیم روی یه شعله مثلا آتیشی، حسابی داغ شده، دماشو مثلا چقدر بدیم؟ مثلا میگیم 500 درجه، 500 درجه سانتیگراد، اینم 20 درجه سلسیوس، اینم 40 درجه سلسیوس. خب دیگه حالا داستان به سادگی مسئله قبل نیست. اگر این آهنه داغه، این یخه از فریزر اومده بیرون، این ظرفم که مثل داخلش هم مایه آ هست، مایه آ هم حالا ما نمیدونیم چیه، میتونیم مثلا بریم تو جداول ببینیم که با توجه به ویژگی هاش مایه آ چیه، ولی حالا الان اصلا لازم نیست اسمشو بدونیم. حالا اگر این یخه رو بندازیم، این قطعه آهنی رو هم بندازیم و بذاریم این چهار تا شدن دیگه، 1 2 3 4، یه چند ثانیه، 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه با هم دیگه چیکار کنن؟ بزنن سر و کله هم دیگه، درسته؟ این یخه میخواد گرما بگیره، درسته؟ این آهنه میخواد گرما بده. این مایعه و این ظرفم افتادن وسط دعوای این دوتا، خلاصه یه چی میگن، شیر تو شیری میشه اون وسط. ولی اگر ما این یخه رو بندازیم این تو و این سکه هرم یا همین قطعه آهنی رو بندازیم این تو، برای چند دقیقه دعوا میشه بین اینا، یه بکش بکشی اتفاق میفته، اون گرما میگیره، این گرما میده و اینا. اما بعد از یه مدت زمانی، مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه نمیدونم 3 دقیقه و اینا، شرایط میرسه به شرایط پایدار، میرسه به شرایط ایستا، شرایط تغییرات متوقف میشه. در اون شرایط اگر ما یک دماسنجی رو اینجا قرار بدیم، نگاه کنید، اگر در اون شرایط ما یک دماسنجی رو اینجا قرار بدیم، اینجا در اون شرایط اگر ما یک دم، یعنی اینو بندازیم داخل این، اینم بندازیم داخل این، بعد از این که شرایط پایدار میشه، ما دنبال پیدا کردن اون دمای TAE هستیم، درسته؟ بعد از پایان در حقیقت دعوای حرارتی بین یخ، آهن، ظرف مسی و مایع آب،
به یه نقطه پایداری میرسه. حالا میخوایم این دمای تی ای رو پیدا کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم خب یه سری اطلاعات میخوایم دیگه، خب بعد یه سری اطلاعات بدیم و اینکه چرا این مسئله جزء مسائل درجه دسته دوم محسوب میشه. نگاه کنید چه بسا این آهن بتونه این یخ رو ذوب کنه، چه بسا اینکه این آهن بتونه این مایه آب رو بخار کنه، پس احتمال تغییر حالت وجود داره. خب چه دیتاهایی و چه چیزای اولیه رو میخوایم اینجا بیایم یک قسمتی رو باز کنیم؟ اطلاعات اولیه. خب سی یخ 2200 واحدش جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. سی آب ممکنه این یخ ذوب شه دیگه، 4200 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. دیگه مثلا سی آهن رو مثلا میگیریم چقدر؟ 400. سی مس میگیریم مثلا 300. حالا این عددا میتونه تقریبی باشه دیگه. بعد خب مس و آهن که ذوب نمیشن، پس دیگه چیزی نیستش که مس و آهن رو بتونه اینقدر داغ کنه که ذوب بشه. سی یخ رو که دادیم، آب رو که دادیم، آهن رو. سی مایع آ اینو مثلا میگیریم 1000. سی جامد آ نها کنیم، ممکنه خوب دقت کنید، ممکنه این یخه اینقدر سرد باشه که اینو خنک کنه، ظرف مس هم خنک کنه، مایع آ رو اینقدر بتونه خنک کنه که مایع آ رو منجمد کنه و تازه بعد از اینکه مایع آ منجمد شد بتونه مایع آ رو بیاره دماشو کمتر. پس سی جامد آ رو هم مثلا باید یه عددی بگیریم، یعنی موقعی که مایع آ یخ بزنه بشه جامد، مثلا میگیریم 700. بعد یه سری اطلاعات دیگه هم باید بدیم دیگه، مثلا دمای این اطلاعات هم نگاه کنید اینجا داریم میگیم دمای فریز یا یخ زدن آب واتر خب صفر، دمای بویل واتر خب صده، گرفتین؟ دمای فریز مایع آ، دمایی که مایع آ درش منجمد میشه، مثلا میگیریم مثلا 10 درجه. دمای بویل مایع آ، دمایی که مایع آ در اون میجوشه، مثلا میگیریم 80 درجه. دیگه اینم از این. این عددا همه عددهای تقریبیه. حالا گرمای نهان ال اف واتر میگیریم 320000. گرمای نهان تبخیر واتر میگیریم 2,250,000. 2,250,000، درسته؟ یعنی مثلا شاید این آهنه این آبه رو این یخه رو برسونه به صفر، ذوبش کنه، از آب صفر برسونه به آب صد، بخارش کنه، حالا این بدم، و گرمای نهان انجماد یا ذوب مایع آ ارزم به حضورتون که اینو میگیریم 50,000 مثلا، و گرمای نهان بخار مایع آ اینو مثلا میگیریم 400,000. خب دیگه فکر کنم همه چی هست دیگه. این شد دیگه یه مسئله خیلی جوندار، یه مسئله‌ای که درش احتمال تغییر حالت وجود داره. حالا بریم حلش کنیم. روند حلمون چجوریه؟ روند حلمون دوباره خطه. یه خط میکشیم، دماها رو مشخص میکنیم از کم به زیاد. خب اولین دمایی که داریم چیه؟ -20. خب میذاریم -20. -20 دیگه. بعد از -20 40 میذاریم 40.
این 40 دیگه 500 میذاریم 500 اینم گذاشتیم 500 خب یه سری دماهام هست این وسط ها هست ما باید حواسمون باشه مثلا دمای جوش آب 100 دیگه مثلا 100 ما باید دو تا 100 بذاریم ببین چیه دیگه خودتون بهتر از من میدونید به خاطر تغییر این تعین آب سده این بخار سده خوب دقت کنید دیگه چه دمایی باید باشه دمای جوش آب 80 ناکنید میذاریم 80 این 80 چیه اون 80 چیه این مایع آه این گاز آه هست نها کنید گاز آه تو دمای 80 تولید درست میشه دیگه حالا بیایم این برتر دمای انجماد آه فیز آه 10 دوباره بعد دو تا خط بزنیم 10 یه 10 اینجا یه 10 اینجا دو تا 10 میخواییم دیگه نها کنید این میشه مایع آ این میشه جامد آ یه دمای دیگه هم هست این دمای دیگه هم فکر کنم منفی 20 تا یه مقدار ببرم اون برتر خیلی داستان پیچید به هم این منفی 20 رو میاریم اینجا 0 0 0 0 این میشه یخ این میشه آب خب نیا کنید بچه ها مناطق هاشور خورده جاهاییه که تغییر فاز در اونا اتفاق میفته مناطق هاشور خورده جاهاییه که تغییر فاز در اونا اتفاق میفته اینجا آب تغییر فاز یخ به آب اینجا جامد آب به مایع آب اینجا مایع آب به گاز آب اینجا آب به بخار دیگه آهن تغییر فاز نداره دیگه درسته مس هم تغییر فاز نداره حالا بیایم دایره هامونو بکشیم این یه دایره این کی بود؟ یخ بود دیگه بذارید اینو با آبی بکشیم که این یخ بود این یخ ما یخ چند گرم؟ 200 گرم دیگه چند تا گچ دیگه هم برداریم سبز رو برداریم زرد رو برداریم قرمز خب دیگه چی داشتیم؟ تو 40 درجه یه دونه چی داشتیم؟ مس داشتیم چند گرم؟ 200 گرم دیگه چی داشتیم؟ مایه آ داشتیم آ چند گرم بود مایه آمون 400 گرم دیگه چی داریم؟ آهن داریم اینجاست آهن داریم 200 گرم خب بیایم شروع کنیم این ور و این ور خب شروع کنیم داغ‌ترین عضومون اینجا کیه؟ آهنه خنک‌ترین عضومون کیه؟ یخه از دو طرف شروع کنیم یخ چقدر گرما میخواد تا چی بشه؟ از منفی 20 برسه به 0 نگاه کنید میتونیم اینطوری بنویسیم دیگه از چه فرمولی استفاده میکنیم؟ M C دلتا T خب جرم یخمون چقدره؟ 0.2 سی یخ چقدره؟ 2100 دلتا تی چقدره؟ 20 درجه هشت هزار و چهارصد خب یه حرکت از این ور 8400 تا میخواد دیگه اینو کی باید بده؟ اون داغتره باید بده خب به نظر شما اگر این آهنه برسه به دمای 100 درجه چقدر گرما آزاد میکنه؟
اگر آهنه برسه به دمای 100 درجه چقدر گرما آزاد میکنه؟ باز دوباره همون اونه. ام امش چقدره؟ 2/10. سی سی سیاه هم 400 زبدم. تغییر دما، تغییر دما نگاه کنید بچه ها هست 100 منهای 500، یعنی ما باید بذاریم منفی 400، ولی اینو تو قدر مطلق میذاریم چون با عددش کار داریم. میشه چقدر؟ میشه چقدر؟ این صفر مثلا با این صفر میره، میشه 80 ضرب در 400 میشه 32000. این میشه 32000. میشه 32000. خب کی زورش بیشتره؟ این زورش بیشتره دیگه. این 32000 تاست، این 8400 تاست. پس باید حرکت بعدیمون از این طرف شروع بشه. پس یعنی این اگه برسه به 100 درجه، این یخه رسیده به صفر. حالا این چقدر میخواد تا ذوب شه؟ این فرمولش چیه؟ M L F دیگه، ام ال اف میشه 2/10 ضرب در ال اف واتر. ال اف واتر میشه 320000. این با این خط می‌خوریم میشه 64000. میشه 64000. خب 64000، 64000 8400. خب حالا بعد از این ور شروع کنیم. خب از این صد به این صد که آهن تغییر فاز نمیده، پس چی؟ صفر. حالا دوباره از 100 میخواد بیاد برسه به 80. چقدر میخواد؟ میشه 2/10 در 400 در 20. 20 درجه خنک شد دیگه. میشه چقدر؟ میشه 1600. میشه 1600. بازم جمع این دوتا نمیتونه این دوتا رو چیکار کنه؟ نمیتونه یخ و ذوب کنه. دوباره از 80 بیاد به 80 که خب این برای ما، برای آس این که تغییر فاز نمیده، پس میشه صفر. حالا میایم رو خط 40. اگر از 80 برسه به 40 چی؟ چقدر میشه؟ باز میشه 2/10 در 400. از 80 برسه به 40 میشه 40، میشه 3200. بازم نشد. 3200 بازم نشد دیگه. پس نگاه کنید یه بار دیگه، 32000 و 1600 و 3200 نمیتونه یخ ما رو به آب صفر تبدیل کنه. حالا الان دمای 40ه، درسته؟ حالا دوباره باید آهن خنک شه. آهن خنک شه میاد تا 10. این چقدر میشه؟ این چقدر میشه؟ میشه 2/10 در 400 در از 40 رفته به 10 میشه 30. درسته؟ این با این خط میخوره میشه 2400. 6 تا 400 تا میشه 2400. اما خاطرتون باشه از 40 بخواد بیاد پایین باید مس و آم خنک شن دیگه. میگیرید مطلب چیه؟ باید مس و آم خنک. پس مس هم باید خنک شه. آها، مس هم میانیم اینجا، مس هم باید خنک شه دیگه. نمیشه که الان آهنه برسه به 40. آهنه الان تو ظرفه بچه، این آهنه افتاده توی ظرف. الان دیگه اگه بخواد از 40 درجه بیاد پایین باید آهن و ظرف و آب با هم دیگه خنک شه. حالا این چقدر گرما آزاد میکنه؟ این میشه 200 گرم. مثل 200 گرم بود دیگه. سی ام اس 300 ضرب در 30، ضرب در 30. این با این خط میخوره میشه 1800. میشه 6 تا 300 تا 1800. اینم نشد. مایه آ هم باید خنک شه. اینم مایه آ.
اونم باید خنک شه دیگه. این چقدر میشه؟ این میشه 400 گرم، درسته؟ میشه 14 در سی مایه چقدره؟ 1000 در سی. این با این خط میخوره میشه 12000. میشه چقدر؟ 12000. خب بیاییم تا اینجا رو جمع‌بندی کنیم بچه ها. نگاه کنید، آهن سرد شد، سرد شد، سرد شد، رسید به دمای 40 درجه. از 40 درجه به پایین آهن دیگه فقط نمیتونه سرد بشه، آهن باید با مس، ظرف مسی و مایع آب هم سرد بشه. رسیدن به دمای 10 درجه، درست شد؟ آهن سرد شد، رسید به 40 درجه. حالا دیگه از 40 درجه به پایین باید ستایی با هم سرد شن، چون تغییر دما یک فرایند همه با همیه، یعنی باید هر ستا با هم بیان پایین. حالا رسیدیم الان به 10 درجه. 10 درجه چه نقطه ایه؟ 10 درجه دماییه که مایع آب در اون منجمد میشه. حالا بیاییم با هم دیگه جمع کنیم، 32000 با 12000، 44000. میخوایم ذهنی با هم دیگه بریم جلو، 44000. اینا هم همه رو با هم دیگه تازه بزنیم 10000 تا، که باز 10000 تا نمیشه. گرمایی که از رسیدن آهن و مایع آب و ظرف مسی به دمای 10 درجه میشه، میشه نزدیکی به 54000، تازه یه مقدارم کمتر. باز نمیتونه یخ رو تبدیل کنه همش رو به چی؟ به آب صفر. پس باز باید این جبهه شروع کنه به گرما دادن. خب حالا بیایم یه بار دیگه دقیق تر نگاه کنیم. الان دمای چندیم؟ دمای 10. خب در دمای 10 مایع آب تغییر فاز میده، خب آهن که تغییر فاز نمیده، پس چی؟ این صفره. مس هم که تغییر فاز نمیده، پس هیچی، اینم صفره. اما چی؟ مایع آ تغییر فاز میده. پس دوباره با گچ سبز رنگ مایع آ در دمای 10 درجه اگه تبدیل بشه به جامد آ، چقدر گرما آزاد میکنه؟ جواب اینه، MLF، MLF آ، ام آ، ال اف آ، درسته؟ چقدر بود مایع آ؟ 14. گرمای نهان انجماد یا گرمای نهان ذوبش چقدر بود؟ ال اف واتر که نه، ال اف آ، 50000. 14 در 50000 20000، پس این شد 20000. خب 20000 شد. حالا فکر میکنم که دوباره باید دقیق این طرف رو حساب کنیم، دقیق باید این طرف رو حساب کنیم، یعنی بیایم این عددا رو با هم دیگه حساب کنیم. 32000، 1600، 3200، 2400، 1800، 12000، 20000، 73000 میشه. از اینجا تا اینجا میشه 73000، کل این طرف میشه 73000. این طرف ما چی میخوایم؟ پس نگاه کنید، کل این طرف شد 73000. حالا این طرف میشه چقدر؟ این طرف میشه کلش تا الان میشه چقدر؟ میشه 8400 به علاوه 64000، 72400. جمع‌بندی دوباره میخواییم بکنیم. اگر مایع آ تبدیل بشه به یخ بزنه و بشه جامد آ، گرمایی که اینا تا دمای 10 درجه آزاد میکنن، یخو چیکار میکنه؟ یخو
میتونه همش رو ذوب کنه. کنید این مدیریت این صحنه کار یه مقدار ظریف و دقیقیه و دقت میخواد، نمیخوام بگم سخته. مدیریت این جدول، این نمودار یه مقداری دقت میخواد اگر ما بخوایم این مسائل رو حل کنیم، درسته؟ خب پس یعنی چی؟ یعنی اگه این برسه به 10 درجه، این یخه یه کوچولو داغ شده، پس نقطه ملاقات اینا کجا میشه بچه ها؟ نقطه ملاقات این جبهه و این جبهه، جبهه گرماگیر و جبهه گرماده کجا میشه؟ هنوز اینا به هم دیگه نرسیدن، ولی قطعا اینا کجا به هم میرسن؟ قطعا دمای تعادل اینجا، قطعا شک نکنید که دمای تعادل بین 0 و 10 اینجا دمای تعادله، دمای تعادل بین 0 و 10 بزرگتر از 0، کوچکتر از 10. یادتون باشه آقایون در این مسائل نمیتونید این مسائل دسته اول بگید من کاری ندارم یه جایی میگیرم بعد درست میشه، اینجا دیگه نه، دمای تعادل بین 0 و 10. اما روش حلمون همونه، فرقی نمیکنه. یعنی چه جوری؟ به این میگیم 1، به این میگیم 2، به این میگیم 3، به ظرف مسی میگیم 3، به آهن میگیم 4. به آهن میگیم چی؟ فرق شماره 4. حالا چه ارتباطی داره؟ درسته؟ اینا در حالتهای اول انرژیشون چی؟ انرژی درونیشون چی بوده؟ بوده UN مثلا I1، این انرژی درونی یخ بوده. این بوده چی؟ UN I2. این بوده چی؟ UN I3. این بوده چی؟ UN I4. حالا که چهارتایی با هم میرسن به این TAE، یوهاشون میشه یوپریم. حالا برگردیم میخواییم یو، میخواییم حساب کنیم من کجا رو پاک کنم. اینجا رو داریم، این قسمت رو که دیگه اینجا عدداش هست رو پاک میکنم. حواستون باید باشه، نگاه کنید بچه ها، اول توی این چارتا چقدر انرژی بوده؟ UI1، UI2، UI3، UI4. بعد که اینا هر چارتا میرسن به اینجا، انرژی هاشون چی میشه؟ انرژی هاشون این میشه، میشه این چارتا. UI1، UI2، UI3 و UI4. چون هیچ گرمایی وارد نشده، خارجم نشده، این مساویست با UI1، UI2، UI3 و UI4. اگر اینا رو ببرید اونور به چه نتیجه ای میرسید؟ اگر اینا رو ببرید اونور به چه نتیجه ای میرسید؟ به نتیجه ای که میرسید اینه، نتیجه رو بالا می نویسم، میشه دلتا یو آی 1 به علاوه دلتا یو آی 2 به علاوه دلتا یو آی 4 آی 3 به علاوه دلتا یو آی 4 مساویست با 0، که این همون قانون چی بود؟ بقای یا پایستگی انرژی. حالا دلتا یو آی این چیه؟ تغییر انرژی درونی یخ از اینجا تا اینجا. این چیه؟ تغییر انرژی درونی مایع آ از اینجا تا اینجا. بعدی تغییر انرژی درونی مس از اینجا تا اینجا. و چهارمی تغییر انرژی درونی آهن از اون دما تا این دما. اینا رو دونه دونه با هم دیگه بشینیم بنویسیم، دونه دونه، درسته؟ این چی میشه بچه ها؟ گچ آبی رو ور میداریم، یخ ما چقدر انرژی درونیش زیاد شده؟
یه 8400، یه 64000، بعدم از صفر رسیده به تیلی دیگه، درسته؟ پس میشه چقدر؟ میشه 72400 به علاوه 72400 بهش گرما دادیم دیگه، تا شد یخ صفر. حالا ببخشید، تا شد آب صفر. حالا از آب صفر میخواد بشه آب تیه ای. چند گرمه؟ اینقدر میشه 2/10 ضرب در 4200 ضرب در تیه ای منهای صفر. این چیه بچه ها؟ مقدار تغییر انرژی درونی یخ. اینو گرفت تا ذوب شه، اینو گرفت تا از آب صفر بشه آب تیه. بریم سراغ دو. دو کیه؟ دو مایع آره. رنگش چی بود؟ سبز بود. به علاوه پرانتز باز، تغییر انرژی درونی مایع آ چی میشه؟ به علامت ها دقت کنید. این دوتا رو باید با هم چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ جمع کنیم. 12000 و 20000، 32000. اما اینجا می نویسم منهای 32000. این منفیه خیلی مهمه. این منفیه رو خودم گذاشتم، باید حواسم باشه. میدونین چرا؟ چون این منفیه، چون مایه آ این انرژی ها رو از دست داد، درست شد؟ یعنی این 12000 از دست داد، این 20000 هم از دست داد. اگر ما این 12000 رو ازش بگیریم، این 20000 هم ازش بگیریم، دمای مایه آ شده 10 درجه. حالا از 10 میخواد بیاد به تیه ای، میشه به علاوه چند گرم بود مایه آ؟ 400 گرم. میشه 14 در 30. چقدر بود؟ 30 چقدر بود؟ به نظر شما الان باید از 30 مایه استفاده کنیم یا 30 جامد؟ الان باید از 30 جامد استفاده کنیم، چون که این 32000 تا رو که ازش گرفتیم دیگه تبدیل شده به جامد. میشه ضرب در 700. خب الان اینو ازش گرفتیم شده جامد، دماش شده چقدر؟ 10. حالا میخواد از 10 بیاد به تیه ای، میشه ضرب در تیه ای منهای 10. چون تیه ای ما از 10 کوچیکتره، خود اینم چی میشه؟ منفی میشه. بریم سراغ مس. مس مس من اینم دیگه آروم آروم پاکش میکنم، این قسمتم. میتونیم اینا رو هم دیگه پاک کنیم. میریم سراغ مس. میریم سراغ مس. مس از 40 درجه بدون تغییر فاز میاد به تیه ای. تغییر انرژی درونیش چقدره؟ چند گرم بود مسمون؟ مسمون 300 گرم بود. میشه 3/10 در 30. چقدر گرفته بودیم؟ 300 گرفته بودیم. ظرفیت گرمای ویژه‌شو ضرب در از چند میخواد بره به چند؟ میشه تیه ای منهای 40. تیه ای منهای 40 به علاوه این آخری و این پایین مینویسم. آهن از اینجا بدون تغییر فاز رفته اینجا تا تیه ای، بدون تغییر فاز رفته اونجا، میشه چقدر؟ چقدر تغییر انرژی درونی داره؟ میشه جرمش 2/10 در 30. 400 بود در، از 500 میخواد بره به تیه ای، از 500
میخواد بره به تی ای، میشه تی ای منهای 500 مساویس با سه، مساویس با سه. اینه به علاوه اینه به علاوه اینه به علاوه این، برای یخ، برای مایه آب، برای مس و برای این برابر است با سه. الان اینو حلش کنیم، امیدواریم که جوابی که به دست آوردیم جواب درستی باشه. خب حالا الان باید بریم اینو حلش کنیم دیگه، درست شد؟ بریم جلو. 72400، 72400 این صفره با این صفره خط میخوره، میشه 840 به علاوه 840 تی ای، به علاوه 840 تی ای منهای 32000. این صفره با این صفره خط میخوره، میشه 240 به علاوه 280 تی ای. این 280 در یک منفی 10 هم ضرب میشه، میشه منهای 2800. اینم رفت، به علاوه این 3 دهمه، این 3 دهمه در 300 که ضرب بشه میشه 90، میشه به علاوه 90 تی ای. 90 در 4 در 40 که ضرب بشه میشه منهای 3600، منهای 3600 به علاوه 2 دهم در 400 میشه 80، درسته؟ 80 در تی ای میشه به علاوه 80 تی ای، 80 در 500 میشه 40000، 80 در 500 میشه منفی، نگاه کنید، حالا تی ای رو میخواییم حساب کنیم. تی ای مساویست با عددامون رو ببریم اون و عددامون رو ببریم اون و میشه چی؟ 40000 با 3600 با 2800 با 32000. اول این دوتا گنده ها رو با هم جمع کنیم، 40000 و 32000 میشه چی؟ 72000. 72000 به علاوه 2800 و 3600 میشه 6400، میشه 6400. حالا بیایم ضریبای تی ای هم با هم دیگه جمع کنیم بذاریم تو مخرج دیگه. 840 با 280 1120، 1120 با 80 1200، 1290 میشه چی؟ میشه 78000. آها این 72000 رو یادمون رفت ببریم، میشه منفیه، ببخشید، این 72000 رو یادمون رفت ببریم اون وقت، منهای 72400 این میشه 72، این 72000 باید میشه منفی، میشه 6200 به روی 1290. این صفر هم با این صفر خط میخوره، میشه 4.6 دهم درجه سلسیوس، درست شد دیگه. ما هم حدسمون از اول چی بود؟ همین بود، ما هم حدسمون از اول همین بود دیگه. این مسائل، مسائل جوندار این قسمت دمای تعادل در حالته. یادتون باشه تا شما این جمله رو خوب دقت کنید، این جمله رو خوب دقت کنید و حتما هم الان اینو یه بار دیگه باید خودتون حل کنید تو کاغذ چک نویس، دیگه کاری به این نداشته باشید، یه بار خودتون حل کنید، حتما هم دوباره اشتباه خواهید کرد، اون اشتباهتون رو دوباره چک کنید ببینید اگر اشکالتون برطرف نشد اشکالتون رو بپرسین که یادداشت کنید که بتونید بعداً بپرسید. اما این مسائل تا قبل از اینکه محدوده تی ای در نیامده قابل حل نیست، یعنی اگر شما این تی ای رو نفهمید که کجا هست کار چی میشه؟ گره میخوره دیگه، درسته؟
حالا یه بار دیگه این مسئله رو بررسی کنید. ما حد زدیم که تیه ای بین صفر و دهه، بعد اومدیم اینو نوشتیم، بعد اومدیم رفتیم رو بالایی، اومدیم رو این. به رنگا دقت کنید، رنگ آبی برای یخه، رنگ قرمز برای آهنه، رنگ سبز برای مایع آس، رنگ زردم برای ظرف مسیه. بعد اومدیم از رو این معادله، این معادله رو به دست آوردیم که این معادله معادله قانون بقای انرژی بود، درسته؟ و اومدیم از روی این، اومدیم از روی این دمای تعادل رو به دست آورد. خب دمای تعادل انتهایی هم، دمای تعادل انتهایی هم این عدد شد. یه بار دیگه اینجا چک کنیم، 72000، 6400، این 6000، این 6000. حاصل تقسیممون درسته؟ 6000 تقسیم درسته، حاصل تقسیممون درسته. بسیار خب، امیدوارم که این حل مسائل دسته دومو دقت کرده باشید و تو اینجا هم دیگه مشکلی نداشته باشید. آقایون خوب دقت کنید، الان شما از تمرین 217 اگر اینجا رو خوب دقت کنید، من کجا باید بنویسم؟ اینجا میتونم برای شما. از تمرین 217 الا 256 جزوه تمرین برای شما قابل حله. از تمرین 217 تا 256 جزوه تمرینتون کاملا شما همه چیزش رو خوندید و یاد گرفتید. اینا رو باید دونه دونه حل کنید و برین جلو. اگرم به مشکل خوردید، مشکلاتتون رو یه توی کاغذ یادداشت کنید تا بعدم بتونید بپرسید. فکر میکنم دیگه کارمون اینجا تموم شده باشه. امیدوارم موفق باشین. خداحافظ شما.